خب بسم الله الرحمن الرحیم. میام درس سیوم است یا دوم؟ سیوم است. سیوم خیلی. شروع میکنیم قسمت جنرال. فیصل. یک عدد نقشه میکنیم. سل مثلا 12 سر دمیج درج کردیم. امی خانه رو که انتخاب کردیم میام در قسمت جنرال. فعلا حالت امی عدد جنرال است. میگم نمبر باشه که یک کامند آف دیگه طرف. جدا کردنی بخشارت دو صفر اندام. میگم به اساس کرنسی برم نشان بدی. چون زبان ویندوز و فارسی به خاطر ریال آمده، یعنی باز ویندوز خودت کیسه باز علامه دلار میانی قسمت. مثلا سکو دیگه جگه بالا میکلک ریال آمده دیگه سکو کرنسی علامه دلار، یعنی اسعار شو درج میکنم. اگر زبان ویندوز انگلیسی باشه باز دلار میانی قسمت. فعلا از ما چی هست؟ فارسی هست. اکاونتینگ اردوش میک چیز هست؟ سکو دیگه باز میام در قسمت چی؟ دیت. دیت چی هست؟ مثلا دیجی میام درش میگم که today یک فانکشن خوانده بودیم بنام today که تاریخ امروزی رو برچه میکنه؟ درج میکنه. این تاریخ امروزی شد. امیر به شکل long date برم نشان بده. مثلا long date چی هست؟ نام روز و نام هفته رو در داخلش درج باشه. این رو بنام long date میگم. short date بسیار کوتاه، long در روز. این انتخاب میکنم میگم به شکل long برم نشان بده. سکول دبل کلک long شنبه آوریل میگه چی میگه اپریل هست نی؟ خب من بگم بالا تولی برگرده و به شکل شورت دیت باشه که شورت دیت تکی شد. اگر دوباره خواسته باشه یک امیره به شکل لانگ دیت بر نشان بده، بیان در این قسمت میگم که لانگ دیت بر نشان بده. سکر شنبه اپریل دو دوازه شانده. من در این قسمت باز داریم تایم. خب ضروری هم نیسته بالا میکلک که به شکل تایم بر درج میکنه ساعت بر دوازده میکشه. سلام. مثلا دیگه میم یک فرمولا انجام بدیم که بنام نو خوانده بودیم که هم تاریخ امروزی رو درج میکنه و هم تاریخ نه ساعت امروزی و ساعت تاریخ امروزی رو درج میکنه، یعنی ساعت فعلی و تاریخ امروزی رو درج میکنه، یعنی به اساس ابدا میم دیگه قسمت برام میگم که تایم شبکش به اساس فهمیدی؟ دلیل بسیار آسان بود نی؟ بس دو قسمت که اسم فرکشن و سین افکس بس کسایی که در بخش لیمت مشتق دارد آشنایی داشته باشه مثلثات باز خودش میفهمن. بس دیگه میگم دوازده ساعت دوباره درج میکنم. چیزی که داخل امی باکس خواندیم همون چیزا هم دیگه مثلا کدام علامت باشه، مثلا علامه دلار باشه، دوباره علامه دلار، چون که زبان ویندوز ما فارسی بود دیگه ریال هست نی، اما اگر امکان دیگه هست که سوالات هست که انگلیسی یونایتد کینگدم ایرو چاینا فرانس میگم ریال باشه، میگم باز بانکی چی باشه؟ دلار باشه. دلار خوب هست نه؟ و اگر دیگه مثلا 100 فیصد انداخت میریم به اساس فیصد برد نشان بدی برای ایش کلا کس فیصد سکم به اساس نشان بده برد فیصد میگم فیصد درک انداختم بعد از 100 میگم کاما درچ که برم تک کاما صفر انداخت میگم که صفرش زیاد باشه کام باشه. به حساب اکاونتینگ همیشه دیاد داشته باش که دو دانه صفر بعد از امی عدد باشه باید هر عدد که باشه باید دو صفر بعد از کامه داشته باشه، دیگهش قبول نمیشه که زیاد باشه. این طرف پاک شد نه؟ من در قسمت کاندیشنال فارمیتینگ. کاندیشنال فارمیتینگ هدف اساسی است که یک شرط میگذاره، میگه خانی که من انتخاب کردم، اجراتی که من انتخاب کردم، یعنی اجراتی که سلکت شد اگر مساوی و اینی بود تمی کار تطبیق شد و نباشه نه، یک شرط داره. اینی سل انتخاب میکنم من. میام در قسمت می از خانی یک تا در انتخاب کردم، میام در قسمت کاندیشنال فارمیتینگ گریتر دین هایلایت سلز میگه رنگ آمیزی که میگه قسمتی که مثلا مدیج درچ میکنم زمانی که یک عدد میگم حجراتی که من انتخاب کردم نه، میگم داخل همی حجره میگم زمانی که از 1200 بالا کدام عدد درد شد رنگش چی باشه، مثلا رنگش رید تکس باشه. هدف من رفا میدی؟ یعنی زمانی که من این قسمت از حجره اول تا درک که من انتخاب کردم نی، مثلا یه نفر میدی که مثلا 1000 نوشه می، هدف من یه است که زمانی که یک نفر از 1200 بالا یعنی گریتر دن باشه اگر درچ کنه رنگش سرخ باشه، اگر پایین باشه باز رنگش اتوماتیک باشه. این رو اوکی تکال می یه نفر میدی که 1000 درچ میکنه 100 رنگش چند شد؟ نشد نی؟ مثلا 1000 درس کرد چند شد؟ مثلا میگم که 1200 درس کرد چند شد؟ نشد، چون که ما گفته بودم بزرگتر از 1200 میگم که مثلا رئیس دفتر میگه که میگه کسی میگه از 1200 بالا معاش نداشته باشه، میگه
نگره میگه اصلا اکادمی جو درج کرد میگه رنگش متفاوت تر از دیگر باشه میگه برد نشان میتا اختار میتا اینی میگه از دوازده ست چی هست میگه؟ بالاست میگه ایر انتخاب میکن من در قسمت امی conditional formatting برش میگم listing listing کوچکتر از میگه زمانی که من این قسمت انتخاب کردم اگر کوچکتر از دوازده ست میگه چه باشه رنگش مثلا میگم read text باشی دفعه اوکی بعد این قسمت مثلا نفر میگه دیجی سیزده ست سیزده ست رنگ رفت نگرفت نی میگه دفعش میگه از دوازده ست پایین نباشه میگه بس یه نفر میگه اگه زور ماش بیتر برست رنگش سرخ شد من در قسمت conditional formatting برش میگم between میگه مثلا کسی که بسیار ماش نورمال میگره و کسی که بسیار کم میگه زیاد میگره میگه از بین 1000 و 5000 باشه میگه ماشون بین 1000 و 5000 و رنگش هم میگه custom من در قسمت همی custom format میم رنگ دلخواه خود انتخاب میکنیم همیشه رنگ سرخ نی برش میگه فیل اینی تو رنگ داشته باشه و اوکی میگیم اوکی حالا سه که دیجه بین 1000 و چند بود؟ یه نفر میده اینجا مثلا 900 میگه مثلا 4000 دکر نمیش چی شد بین 1000 گفتم نی 1000 رو میگیریم بین 1000 و 5000 میگیم فهمیدی؟ من در این قسمت تا در انتخاب میکنم conditional formatting میگم equal این مسایبه میگه زمانی که میگه یک عدد مسایبه 400 باشه باز چی کنم؟ میگم کسی که مسایبه 400 بگیره باز میگم که رنگش read text باشه اوکی سکو هر عددی که درج میکنی قبول اما زمانی که 400 درج کردی باز خودش رنگش تبدیل میکنی چون که کدام دفعه دمیجه کدام شفر دمی رنگ هست یا میگه کسی 400 نگیره و یا میگه کی برم نشان بده کی 400 گرفته باید علامت گذاری شود یا مثلا کسی کدام نفر از 1200 بالا پر ماش گرفته نی باید رنگش مشخص باشه من دیگه قسمت باز میگم تکست کانتینت مثلا دمیجه نمی نقشه میکنیم رئیس دفتر میگه امی عبدالله را میگه عبدالله میگه ماهش پره شده میگه دوباره دی دفتر یا از دفتر از کار اخراج شد میگه دوباره کار کرده نمیتونه میگه میگه دوباره اگر دمی حجراتی که من انتخاب میکنم اگر کدام عبدالله در سوا میگه رنگش سرخ باید باشه میگه برای معلوم دار باشه که دوباره ای رو بکشم میگه میم دیر قسمت امی برش نقشه میکنم تکست کانتین میگم که مشخص میکنم این نفر عبدالله شد اوکی برش میگم سه کده ایجه به این نفر می احمد قبول داره نی میگم اسد قبول داره باز مرش میگم که عبدالله سه که برش میگه که جریمه است میگم رنگش تو رو خواهم باید میگه دلیت چه میگم از کار باید اخراج شد اخراج شد فامیدی باز میم دیگه قسمت داریم دیتا کارینگ یک چند اجره را میگیریم دیگه و یک امروز تاریخ چند است 2016 بر مثلا یک تو دیرن چی میکنیم دی خاص شروع پس به سنتر تاریخ امروزی است نی ایره کش میکنم و دیگه میگم 04/03/2016 2016 تاریخ صبح شد نی باز دیجه درج میکنم مثلا میگم دیروز یک بود نی 04/01/2016 تمام شده سلکت میکنم تاریخ امروزی هم هست داخلش تاریخ صبح هم هست و تاریخ دیروز هم هست یسترده تمارو و تو دی هست من دی قسمت برش میگم که ایلیت اکاری برم میگم که تاریخ امروزی رو برم نشان بسه تاریخ امروزی است تاریخ چند است میره 04/02/2016 است میگم تاریخ فردا رو برم نشان بدی میام دیگه قسم میگم تاریخ یسترده که بودش داره برم نشان بدی چه قسم رن؟ این قسم رن؟ یا مثلا میام دیگه رنگ دلخواه خود انتخاب میکنیم مثلا دیگه احساس باشه سه که برش میگم تو دی به این شکل یا برش میگم تومارو اوکی بس اسیا پیش میریم خواه دوپلیکیت ویلیو دوپلیکیت ویلیو مثلا یک چند خانه دمیجی درج میکنم مثلا میگم که دیجی نقشه میکنم عبدالله
بعدی جنرش میکنم عبدالله میگم اسد. بعدی جنرش میکنم احمد، اسام مثلا، اسار مثلا، رسول. این انتخاب میکنم. من دیگه میگم عبدالله دیگه درج میکنم ایم ده محمود تبدیل شد. خب خیر هر چیزی که باشنی میگم چیزایی که عبدالله خود ایجا سنی عبدالله میگم که دیجی هست و اصد هم نمیجی هست هر کدام اسم که باشه کافی دومش برم شامده کدامش دوتایی هست جورگی هست و کدامش کافی داره دوپلیکیت داره دوپلیکیت جوره رو میگه دوپلیکیت کافی شه میگه سیش کافی دومش میگه کلا که میگه عبدالله میگه اصد دودان هست میگه سیش برش شامده بعض وقت اشتباه میشه دو دفعه میگنی بعض جدول خیلی جور میگن یونیک بی نظیر شنی شامده اینی بی نظیر هستن کدام مشابه نداره نی؟ داره میجه؟ اگر دوپلیکیت انتخاب کردیم یونیک بی‌نظیر مثلا یک نفر میگه یونیک رو با احساس انگلیسی ترجمه کنیم بی‌نظیر دوپلیکیت عبدالله عبدالله چی هست مشابه هست اسد اسد اگر سپیلینگ هم چینج داشته باشی رو نمیگم مثلا در اینجا میگم سپیس حالا انتخاب کسی به در قسمت برش میگم که دوپلیکیت ولو یک فاصله ایجاد کرده بودم ایرش مشابه نگرفت چون که این فاصله نداره میگم مثلا سعی کنید اینجا میگم داخلش یک فاصله میگم این رو حالا ببینیم که آیا دوپلیکیت نداره میگم سعی کنم یک تکنیک هست که الی کسی خبر نداره که میگی یه اصلا در دوش یک چیزه میگم اما نایفون میکده اینجا بعد از دی یک فاصله داره همین قدرش بس هستنی دوم رو بستیم.